اما برسیم به اینکه پروسه چیه حالا اون اولین چیزی که معمولا توی سیستم عامل باهاش برخورد داریم و میبینیم پروسه هست ببینیم که پروسه چی هست و چه چیزایی فراهم کنه اولین نکته اینه که پروسه خودش اجرا نمیشه حالا خیلی ها ممکنه این تو ذهنشون باشه پروسه اون چیزی هست که اجرا میشه ولی نه توی ویندوز اینجوری نیست توی ویندوز پروسه به هیچ عنوان اجرا نمیشه چیزی که اجرا میشه ترده پروسه چیه؟ پروسه یه سری امکانات فراهم میکنه برای اینکه ترد ها بتونن استفاده بکنن و اجرا بشن در واقع پروسه یه کانتینره یه فراهم کننده است یه, یه مجموعه ای از ریسورس ها رو کنار هم میذاره برای اینکه یه ترت بدون از اونها استفاده بکنه یه دونه پرایوت ویرچوال ادرس سپیس داره که حالا باز جزئیاتش رو با هم دیگه میبینیم یعنی از دید پروسه کل حافظه اون سیستم و حتی بیشتر از اون حافظه ای که سیستم واقعا داره که حالا یکی دوتا اصلاح جلوتر میبینیم که واقعا چقدر حافظه رو هر پروسه میتونه در نظر بگیره و آدرس دهی بکنه از دید پروسه یه مجموعه وسیعی از حافظه در اختیارشه که به صورت خطی هم هست لینیره از ابتدا تا انتهاش میتونه استفاده بکنه ولی این وظیفه سیستم میشه که این حافظه رو بیاد نگاشت بکنه به اون چیزی که واقعا توی مموری وجود داره که میان باز دقیق در رو با هم دیگه میبینیم هر پروسه طبیعتا باید یه اگزیکیوتیبل ایمیجی داشته باشه به جز یه چند تا از پروسه های سیستم عامل که واقعا این ساختاری که ما میگیم براشون صدق نمیکنه یه تفاوت هایی داره که باز اینم میبینیم ولی یه پروسه معمولی اینه که یه فایل اگزکیوتبلی داریم یه اگزکیوتبل ایمیجی داریم که کد و دیتایی که قراره باش کار بکنه اونو دربر داره اونو میزنیم اجرا میشه سیستم میاد اونو لود میکنه اجرا میکنه و اون شروع میشه اجرا شدن در واقع حداقل یه ترد ایجاد میکنه مین تردش باشه و کار رو ادامه میده هر پروسه یه هندل تیبلی داره که این هندل تیبل در واقع اشارگر هستن به آبجکت های کرنلی گفتیم که یوزر اسپیس از کرنل اسپیس جداست هر برنامه ای وقتی میخواد یه درخواست از سیستم عامل داشته باشه باید از طریق سیستم کال ها درخواست بده و مستقیما به فضای حافظه کرنل دسترسی نداره برای اینکه یه آبجکتی دسترسی پیدا بکنه حتی مثلا یه فایل وقتی ما بخوایم ایجاد بکنیم باید یه درخواستی بدیم بعد چیزی که به ما برمیگرده یه هندله که اون هندل حالا از دید برنامه نویسی بخوایم بهش نگاه بکنیم مثلا میتونیم بگیم می یه اشارهگر داریم که با این اشارهگره میتونیم کار بکنیم تابه روش اجرا بکنیم کارهای مختلف میتونیم انجام بدیم و این اون تابعی که ما روش اجرا کردیم رو دوباره میره چرخه طی میشه میرسه به کرنل سمت کرنل روی یه آبجکتی که حالا سمت کرنل باز شده و وجود داره این کار انجام میشه حالا باز جزئیات یه سری از آبجکت ها رو میبینیم مثلا خود همین پروسه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم یه بخش داره توی یوزر اسپیس که بهش میگن PEB Process Environment Block یه بخش داره E Process که سمت کرنلی میشه دیتا استراکچری هست که توی حافظه کرنل وجود داره که حالا این دیتا استراکچرها رو هم با هم بررسی میکنیم میبینیم که چجوریه بعد از اون یه سکیوریتی کانتکسته که اکسس توکن در واقع دسترسیه که این پروسه چه کارایی مجاز هست انجام بده احتمالا دیدید که حالا ساده ترین حالتش این میشه که مثلا یه یوزر استاندارد داریم یه یوزر ادمینستریتور داریم برنامه هایی که با یوزر ادمینستریتور اجرا میشن دسترسی به جای بیشتری دارن تا اونایی که با یوزر استاندارد اجرا میشن این چیزها از طریق همین اکسس توکن کنترل میشه که یه پروسه مجاز هست چه کارایی رو انجام بده در اصل بخوایم بگیم ترد های یه پروسه چون ترد وقتی ایجاد میشه دیفالت رفتار ترد اینه که اون اکسس توکنی که روی پروسه تعریف شده اون رو ارث میبره و میره کارش رو انجام میده با اون چون گفتیم پروسه یه فضا فقط ایجاد میکنه ترده که اجرا میشه ترد هم میاد او... میتونه عوض بکنه حالا بحث این پرسونیشن اگر آشنا باشید اگر هم آشنا نباشید میبینیم با هم یه نمونه ازش بحث این پرسونیشن رو که ببینیم این پرسونیشن ترد میتونه یه رفتار دیگه ای از خودش نشون بده و نکته آخر اینه که گفتیم هر پروسه یک یا چند تا ترد داره که اون بخش اجرایی هست حالا اینا رو با هم ببینیم جنبندیش یه ادرس اسپیس داریم که ادرس اسپیس به صورت پیج پیج هم میشه حالا تو بحث مموری باز بیشتر با اینا کار میکنیم که اون فضای آدرس دی تبدیل میشه به یه سری پیج و هر پیجی میتونه دست دسترسی متفاوتی داشته باشه کار متفاوتی انجام بده بخش متفاوتی از حافظه باشه حتی بره رو دیسک قرار بگیره اتفاقات مختلفی میتونه برای این پیج بیفته یه پرایوت هندل تیبل داریم ببینید اینا پرایوته یعنی مربوط به خود این پروسه است هندل تیبل اگر توی این پروسه دسترسی به یه آبجکت کرنلی ایجاد بشه یه آبجکتی داشته باشیم این آبجکت فقط مال این پروسه است توی تو دل این پروسه ایجاد شده و اگر من آبجکت رو درست بنویسم تو دل این پروسه ایجاد شده این آبجکت و هندلش توی این پروسه فقط وجود داره جای دیگه این نیست و پروسه دیگه این اگر حتی عدد اون هندل رو بدونه نمیتونه کاری انجام بده همینجور در مورد آدرس سپیس یه فضای آدرس دی داشته باشین فضای آدرس دی ایکس مال این پروسه است و اگر شیرینگی انجام نشده باشه فقط مال این پروسه میمونه اکسس توکن گفتیم مجوزی هست که این پروسه کجا چه اتفاقاتی میتونه انجام بده، رخ بده، به کجا میتونه دسترسی داشته باشه و یه سری ترد، یک یا چند تا ترد که این تردها اون بخش اکزکیوتیو اجرایی کد رو دارن. کد توسط ترد اجرا میشه، توسط پروسه چیزی اجرا نمیشه.